لپتاپ زیر 50 تومن چی بخریم بریم سراغ برنامه زیر پ میلیون تومن اگه دنبال این باشید که لپتاپ بخرید باید چند تا نکته رو بدونید یکی اینکه خب هایی که توی این بازه قیمتی وجود دارن عموما صفحه های خیلی خوبی ندارن پس اونقدر کاربردی نیستن واسه کسایی که میخوان ادیت عکس یا ویدیو انجام بدن یا کیفیت صفحه براشون خیلی مهمه یه نکته دیگه که وجود داره اینه که توی این بازه قیمتی معمولا قدرت پردازشی اونقدی نیستش که ما انتظار داشته باشیم لپتاپ های زیر 50 میلیون تومن الان حدودا دلار 60 ه امروز که داریم برنامه رو ضبط میکنیم چندان 23 فهم. درسته 23 اردی بهشتیم و الان که داریم برنامه رو ضبط میکنیم دلار حدودا 60 تومنه و لپتاپ زیر 1000 دلار لپتاپ حالا زیر 800 دلار پایین رده است که میشه همون 50 تومن خودمون حدوداً و سر همین قضیه زیاد انتظار پرفورمنس خیلی خوب و نمیدونم که ساخت خیلی عجیب غریب نداشته باشیم اما میتونیم لپتاپ های خوبی انتخاب کنیم که چند سال برام کار کنه و این مهمترین نکته ای که ما داریم برنامه رو براتون درست میکنیم اما قبل از اینکه سراغ برنامه ازتون میخوام اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید از این پایین دکمه سابسکرایب بزنید که این راحت ترین و واقعا ایزی ترین راه حمایت از ماست دمتون از پایین شروع میکنم از قیمت پایین یه دونه لپتاپ داریم به نام ایسر اسپایر تیری که ما بررسیش هم کردیم لینکش رو این پایین میذارم کیفیت ساختش زیاد تعریفی نبود ولی خب کیفیت صفحه خب نمایشش میشه گفت صفحه LCD داشت حالا تو اون بازه قیمتی اکثرا لپتاپ تی ان ولی این لپتاپ صفحش LCD بود و خب خوب بود از اون ور یه پرزنده کورای 5 1235 یو به همراه رم 8 گیگ که قابل ارتقا بود تا 12 گیگ داشت حالا نسخه 16 گیگ هم داره که یه کوچولو گرانتره لپتاپ لپتاپ خوبیه یکی از بزرگترین نقاط قوتش اینه که گرافیک جداگانه انویدیا داره یعنی MX 550 داره که خب به نظر من یکی از بزرگترین نقاط قوتشه روی قیمت زیر 30 تومن فکر کنم بهترین لپتاپی که میتونید بخرید همین ایسر اسپایر تیریه و تنها نکته منفیش اینه که تایپ سی نداره یعنی اگر که بخواید یه سری اکسسوری جدیدی اومده که تو بازار با تایپ سی وصل کنید بعد از این دانگلایی که یو اس بی به تایپ سی تبدیل میکنه مثلا بگیرید که دیگه حالا احتمالاً اوکی دیگه با این قضیه چون که راه دیگه ای وجود نداره اما خیلی ها این که خب همین ما بودجمون یه خورده کمتره حقیقتش رو از من بخوای ما دو تا لپتاپ اخیرا بررسی کردیم که روی بازه زیر 20 تومن و یه دونه 23 تومانی بود یه دونه ایسوس بود یه دونه لنوو آیدیا پد تیری که ایشونه یعنی ایشون هم آیدیا پد تیریه که مونده از اون ستا بررسی که ما روی زیر 30 تومن انجام دادیم و حقیقتا بگم می‌خواستیم یه برنامه بریم در مورد لپتاپی که زیر 30 تومن 40 تومن میتونید بخرید ولی حقیقت اینه زیر 30 انقدر لپ خوب نیستن من فقط بهتون توصیه اینه که اصلا سراغ همچین لپتاپی مثل ایدیا پد تیری نرید این تو انیمیشن های ویندوز هم اینا بعضیاشون لگ میزنه و مشکلاتشون واقعا مشکلات جدیه توصیه من بهتون اینه که بتونید دستگاه های کار کرده پیدا کنید که بتونه براتون کارتون رو انجام بده یا اینکه از توی سایت هایی که حالا ما تمام تقریبا تمام فروشگاهی که باشون کار میکنیم خرید قسطی هم دارن یا برید از اینجاها یه مدلی مثل همین اسپری تیری که الان بهتون گفتم یا آیدیا پد 5 که بزودی میخوام بهتون بگم رو قسطی خریداری کنید حقیقت هم اینه که شما میری اصلا الان این آیدیا پد 5 و 34 تومن پول میدی 34 تومن که الان اصلا با قسطش و اینا بخواد بیاد روش میشه 40 تومن نزدیک به 40 تومن 40 تومن میدی ولی هممون میدونیم تا این بخواد قسطش تموم شه قیمت لپتاپ 45 تومن رو رد کرده و دیگه حالا این قضیه سر همین این آیدیا پد 5 پارسال 25 تومن بود و خب یعنی اون موقعی قسطی میخریدی الان تو سود بودی سر همین توصیه میکنم اصلا سراغ لپتاپ های ارزون هر از این ایسر پایر تیری نرید نه از لحاظ قدرت پرزشی نه از لحاظ صفحه نمایش کیفیت بدن اینا اینا واقعا هیچ کدوم ارزش ندارن دو تا حالت داره یا شما میری لپتاپ کار کرده میخری با سی پیو مثلا آی v رم 16 چیزی یا اینکه میرید قسطی میخرید این دستگاهایی که یه کوچولو گرون ترن رو میخرید که خب آن توصیه من بهتون همونه اما دستگاه بعدی هم که گفتم آیدیا پد 5 هولوش قیمت 34 میلیون تومنه روی 34 میلیون تومن 34 5 تومنه واقعا یکی از بهترین دستگاهی که تو بازار وجود داره در این حد که من گرون تر از آیدیا پد 5 تا 50 تومن لپتاپ سبک دانشجویی دیگه ای ندارم بهتون توصیه کنم که بهتر از این باشه خود آیدیا پد 5 ای 7 اش هست ولی اونقدر تفاوتی نداره که بخواید برید سراغ اون همین آیدیا پد 5 با 34 5 رم 16 بدنش فلزی اس اس 512 داره قابل ارتقاست و بدون مشکل همه کارتون رو میتونید انجام بدید باهاش تقریبا صفحش 300 نیت روشنه خوبی داره ال سی دی همه ای اینا در کنار هم با سی پی یو 5 اینتل که واقعا سی خوبیه در کنار ام ایکس 550 که گرافیک دویه میتونه واقعا خیلی کارا رو براتون انجام بده و رسما هر کی لپتاپ خوش قیمت دانشجویی ازم میخواد الان فکر کنم یکی دو سالی هست من فقط دارم اینو بهش توصیه میکنم یه دونه این وسط لپتاپ و اسلیم تیری هم وجود داره که سی پیوش آی فای به نسل 13 13 420 اچه که اونم اوکی خوبه برای برنامه نویسی ولی باز به نظر من اگر که یکی بیاد همین ایدیاپد فایو رو بخره به خاطر جی پیو جدگانه انویدیا انتخاب بهتری کرده مگه اینکه بگی که جی پی کلا برای من, من اهمیتی نداره که اون ایده پد اسلیم تری هم بد نیست براش اما بریم سراغ های گیمینگ لپتاپ‌های گیمینگ رو من معمولا بیشتر توصیه میکنم چون عمر بیشتری دارن سی پیو و جی پیو بهتری دارن به خاطر که پردازنده و گرافیک بهتری دارن قابلیت اینو دارن که حالا با عمر بیشتری بکنن مثلا اگه یه لپتاپ دانشجویی براتون سه سال ممکنه کار کنه تا به لگ بیفته یه لپتاپ گیمینگ با خیال راحت بهتون میگم چهار سال پنج سال براتون کار میکنه حتی این سی پنجه هایی که قیمتشون پایین تره حتی اینا هم عمر خیلی بیشتری دارن نسبت به اونا و من کلا با توجه به اینکه واقعا لپتاپ خریدن سخته و پنج سال دیگه واقعا آدم نمیدونه چه اتفاقی میفته من به همه معمولا گیمینگ توصیه میکنم اگر که زیاد وزن لپتاپ براشون مهم نباشه 25 50 با سی پی یو نسل 12 i5 و نسل 13 i5 وجود داره که از قیمت هولوش 37 8 تومن هست تا 40 تومن که خب به نظر من لپتاپ خوبیه جفت مدلاش هم نسل 12 هم نسل 13 ش دستگاه خوبی هستند من میتونم توصیه کنم بهتون RTX 25 هم گرافیک خوب و اوکیه چون ری تریسینگ داره RTX داره کلی از ویژگی های جدیدی هم که ممکنه بیاد و میتونه پشتیبانی کنه و خیالتون راحته که دستگاهتون دستگاه خوبیه میتونی یه چیزها رو به خوبی پشتیبانی کنم اما اگر که یه دو تومن بیایم بالاتر میتونیم بریم سراغ HP ویکتسی که سی پنجاه 6 گیگ داره ما این لپتاپ بررسی کردیم من خودم شخصا زیاد اوکی نبودم باهاش ولی خب کاربرایی که خریدن تهیه کردن این دستگاه راضی بودن و مهمترین قضیه اینه که توی بلند مدت دادم دستگاهش راضی باشه تجربهی که ما داشتیم راضی نبودیم چی بود اینکه دستگاه نسبت به هم قیمتش یعنی لنوو لوک یه مقداری اوورهیت داشت و غیر از اون بدنش کیفیتش یه کوچولو پایین تر میزد نسبت به لنو ولی کلا دستگاه دستگاه خوبیه و روی پایه 42 42 نیم میتونم بهتون توصیه کنم که اشپی ویکتس سی پنجاه رو بخرید سی پنجاه هست بعد از اینکه که اشپی ویکتس سی پنجاه رو داشتیم لنو سی پنجاه رو داریم که با سی پیو رایزن 5، رایزن 7، آی 5 و آی 7 نسل 13 زیر 50 تومن قابل تهیه است من همه رو میتونم بهتون توصیه کنم چون واقعا لپتاپ خوبی بود داره با لوک هیچ و مشکلی باش نداشتم. خدا رو شکر ما چون یه گروه تلگرامی داریم گروه تلگرامی بینوش کامنت اگه نمیدونید من لینکشو میذارم این پایین برید چک کنید دوازده هزار تا عضو داره و توی اون گروه من دارم میبینم کسایی که مثلا لنو و لوک داشتن از دستگاهشون راضی بودن و خدا مشکلی هم پیش نیمده براشون و دستگاه هم دستگاه خوبی بوده جواب کارم داده من به خیلی هم نزدیک هم توصیه کردم سی لوک سی پنجه بخورم به مشکل هم نخوردم پس الان به شما هم توصیه میکنم الان حسین یه سال شده دیگه که گذشته ازش آره الان نسل جدیدش اومده اصلا 2024ش اومده بالا یه سال من دارم به ملت توصیه میکنم میخرم و همه هم اما توی همون بازه قیمتی با لنو و ویکنس با همون قیمت ها ما میتونیم نیترو وی هم بخریم نیترو رو ما هنوز بررسی نکردیم ولی من شخصا باش کار کردم دستگاه اوکی بود کاربرا هم که خریدن من ندیدم گزارش شکایتی داشته باشن ناراضی باشن از دستگاهشون و نیترو وی هم دستگاه خوبیه اگر میخواید بررسیش کنیم همین الان این پایین برام کامنت بذارید چون برای ما مهمه اگر شما نظرتون این باشه که همین این نسخه الانی که تو بازار ازش هست رو بررسی کنیم همین الان میریم بررسی میکنیم ولی اگر که حالا اینجوری باشه که آقا مثلا 2024 اش داره میاد اونو بررسی کنید خب میریم همونو بررسی میکنیم ولی اگر که شما بخواید من همون موقع با بچه ها صحبت میکنم حالا با فروشگاهی که باشون کار میکنیم که این دستگاه رو برام بفرستن چرا مثلا از ایسوس هیچ مدلی نگفتیم حقیقت اینه که ایسوس تو این بازار قیمتی هیچی نداره ایسوس uh, تاف داره نسل لپتاپی که با سی گیگ باشه همین FX 570 با سی گیگ وجود داره ولی تو ایران نیومده سر اینکه تو ایران نیومده من بهتون نمیتونم توصیه کنم که بخرید دستگاه ها با وجود اینکه دستگاه خوبیه ولی خب با سی 54 گیگ شما پرفرمنس خیلی پایینتری میگیری به نسبت سی که من در نهایت بخاطر همین توی این لیست ایسوس کلا نداشتم دیگه غیر از این ام ایکس 550 ایسوس اینجا این وسط نداشت سر همین توصیه بهتون اینه که برید این برندهای دیگر رو بخرید چون الان در حال حاضر ایسوس گزینه توی ایران برای خرید نداره با اینکه میدونم خیلی تو ایسوس بودید احتمالاً این از این ایسر هم باز مدلای دیگه داره ولی به نظر من اینا انتخابای بهتری بودن نسبت به لپتاپای دیگه تو بازار نظر شما چیه اگر که شما پیشنهاد این پایین و کامنت کنید سوالی نکته چیزی بود توی کامنت ها ب... بنویسید هم من هستم هم حسین هست هم علی آقا هست توی کامنت سعی کنیم همه کامنت ها, همه دایرکت اینستا جواب بدیم توی گروه تلگرام بینوش کامنت هم هر سوالی داشتید میپرسید هم من هستم هم حسین هست هم علی هست هم بچه های ادمین تلگرام هستن که اونجا صحبت میکنن و غیر از اون خود کاربرام هستن اونجا سوالاتتون رو میتونید بپرسید جوابشو بگیرید دمتون گرم باز اگر برنامه درخواست داشتید که ما براتون ضبط کنیم حتما این پایین برام بنویسید این راهنمو خریدن و درخواست شما بود دمتون گرم خدافظی